ایشون که تو تصویر میبینید آقای حسن عباسیه که صحبت‌های خیلی عجیب و تندی رو راجع به فوتبالیستا مطرح کرد و فوتبالیستا یعنی علی کریمی، خداداد عزیزی، وحید شمسایی، جلال حسینی با لودر از روش رد شدن و با خاک یکسان شده. میخوایم در ادامه بریم صحبت‌های ایشون رو ببینیم و بعدش واکنش‌های علی کریمی، جلال حسینی، وحید شمسایی و غیره و همراه ما باشید. ببینید شما فوتبالیست دارید، فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیستا تا خرخرم میخورن، همیشه هم غر میزنن، بالاترین ذریب ثروت رو دارن، بالاترین طرفدار و هوادار رو دارن، اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه، چون شهید زندگی نمیکنن. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداره. نگاه نکنید ای به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه، کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال. زنشون رو بگیرن برن تو سواحل وایسن عکسای ناهنجار با زنشون بگیرن، یا برن تو هتل ها و توی جاهای دیگه زنشون رو مثلا سرشو برهنه کنن. مثلا خیلی حالا این فوتبالیستای ایران لارجن، روایت از انبیا و ائمه هست در مورد کلمه به نام دیوس، دیگه دیوسی شد کلاس، یارو کلاس میذاره، کلاس دیوسی. ادای سوم هم که در میارن ادای دفاع از محرومین، یارو تا خرخره خورده تو جمهوری اسلامی، کاخ داره توی تهران و اطراف تهران، ماشینای آنچنانی سوار میشه، سفرهای آنچنانی داره، بعد اندازه 5 تا روستا کاخش برق مصرف میکنه توی مملکت، سالی 10 میلیارد 20 میلیارد 30 میلیارد تومان از بیت المال مسلمین بهت دادن، بعد زبونت هم 6 متری دراز بود اومدی هی توییت زدی علیه ملت خودت، رو میدونم فرده باید اینجوری بشه اونجا اینجوری بشه، راست میگی از ماشینت بیا پایین، راست میگی از کاخت بیا بیرون، راست میگی فوتبال رو کنار بنش ببر. بعد از صحبت های حسن عباسی، علی کریمی در یکی دوتا استوری با لودر از رو حسن عباسی رد شد و قشنگ با خاک یکسانش کرد. یه استوری منتشر کرد همون روز اول و نوشت که حداقل ما دل چند نفر رو شاد کردیم، تو چی کار کردی آدم دوزاری؟ تو نام 5 تا اقتصاد نام رو یاد اقتصاددان رو یاد بگیر، نمیخواد درباره فوتبال نظر بدی، هشتگ دوزاری. این 5 تا اقتصاد نام خودش داستانی داره، الان فیلم رو براتون میذارم که آقای حسن عباسی یکی میگه بهش بیا 5 تا اقتصاد نام نام ببر، اقتصاددان نام ببر و نمیتونه، عاجزه. ببینید فیلم رو با هم. این چیه گردنی؟ گفتش هیچ فوتبالیستی شهید نمیشه چون لیاقتش رو نداره. حالا یه سوال، تو چرا شهید نشدی؟ خب تو هم بی لیاقتی، این یک. دومی که ما شهید فوتبالیست داریم، شهید مهدی رضایی مجد، کاپیتان تیم ملی جوانان، شهید شده بود در دوران جنگ، به مارادونای ایران معروف بود، هم از لحاظ فوتبالی خیلی شباهت داشت فوتبالش به مارادونا، هم از لحاظ ظاهری. بریم یه تیکه از مستند شهید مهدی رضایی مجد رو ببینیم تا یه تو دهنی بخوره تو دهن این آدم دوزاری. واقعا مارادونای شهید ایران چگونه شهید شد؟ مهدی 15 گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان تیم ملی جوانان بود. یکی از گل‌های بی‌یادماندنی او در بازی ایران کره جنوبی زده شد. او به دلیل تکنیک بازی و شکل ظاهریش خود را با مارادونا قیاس می‌کرد. مهدی رضایی مجد، فرزند حسین، در زمستان سال 1342 در محله کاشنار در یکی از محلات قدیمی تهران به دنیا آمد. مهدی رضایی مجد در فوتبال در تیم‌های آذر، اکباتان و تهران جوان بازی کرد. او توانست به تیم پرسپولیس بپیوندد و با این باشگاه قرارداد امضا کرد و 4 ماه در تمرینات پرسپولیس حضور داشت. او در روزگاری که فوتبال بازی می‌کرد، به دلیل تشابه ظاهری و تکنیک در بازی، خود را با مارادونا مقایسه می‌کرد و هدفش این بود که در باشگاه‌های اروپایی توپ بزند. مهدی 15 گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان تیم ملی جوانان بود. یکی از گل‌های بی‌یادماندنی او در بازی ایران کره جنوبی زده شد. در مسابقات جام جهانی در بنگلادش که فدراسیون تیم ملی جوانان را به جای تیم ملی بزرگسالان به مسابقات اعزام کرده بود. مهدی رضایی مجد در 10 اسفند سال 65 در عملیات تکمیلی کربلای 5 در منطقه عمومی شلمشه به فیض شهادت نائل شد. مهدی 10 اسفند ماه به دنیا آمد و 10 اسفند ماه هم به سوی معبود خود شد. بعد از علی کریمی نوبت رسید وحید شمسایی تا از با لودر از رو حسن عباسی رد شه و اون رو قشنگ تخریب کنه. صحبت‌های خیلی قشنگ و قابل تأمل وحید شمسایی رو با هم بشنویم و برمیگردیم و ادامه ماجرا. اصلا من ناراحتم، تو کشوری دارم زندگی میکنم که تو توش داری زندگی میکنی، دوزاری. تو اصلا شهید میدونی چیه؟ اصلا میدونی مفقود الاثر و جانباز چیه؟ اصلا میفهمی کسی که از خودش گذشته برای کشورش یعنی چی؟ باز این ورزشکارا رفتن تو کشورهای مختلف پرچم این کشور و نام این کشور رو بردن بالا. امثال شما جز رانت و جز حرفای یاموف چی بلدی؟ و در یک اظهار نظر عجیب دیگه، فوتبال رو و ورزش فوتبال رو به یک کار شیطانی و اعمال شیطانی تشبیه میکنه. یعنی من واقعا باید بزنم تو سرم، خاک تو سر ما که با
همچین آدمایی هم مملکتی و هموطنیم که اینقدر سطح سواد شعورش پایینه و نمیفهمه چی میگه. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم. میلیون دلاری که این فوتبالیست‌ها رفتن توی سال‌ها از آرمنیا بیلفیلد توی آلمان تا تیم قطر رو جای دیگه گرفتن، چه گلی سر این ملت زدن؟ یه فوتبالیست میگه کجا به درد جامعه میخوره؟ هیچ. 120 هزار نفر برای توی استادیوم آزادی بذاری سر کار تا ساعت در واقع نماز صبح هم برنامه 90 بذاری، حالا ببینن این فیلمو جلو عقب کنن کی بود پیرن کیو کشید. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی کار شیطان، یعنی کار غفلت. اسکی لومپنیه که قصه نداره. فوتسال این مملکت رو اصلا اجنبی آوردن، الان چند شبه تلویزیون دعوا داره که حالا این اجنبی رو با زن بچه‌ش آوردن، این باشه یا خود همون آقای گل جهان اونو جمع جور کنه. و در ادامه واکنش سید جلال حسینی به صحبت‌های حسن عباسی که خیلی واکنش تند و صریحی رو نسبت به ایشون داشت و توی استوری که منتشر کرد گفتش که به حسن عباسی باید بگم من چند تا رفیق فوتبالیست دارم که هرگز تا خرخره نمیخورن، مقید به نماز و هیئت و شریعت هستن و در آخر بسیار با شرفتر از تو هستن. انقلابی نماهای دوزاری. در واقع این توییت محمد رضا علیمی بود که سید جلال استوری کرد و جواد کاظمیان هم یه استوری خیلی تندی رو منتشر کرد و حسابی توپید به حسن عباسی رو، اون رو قشنگ خورد کردن این چند روز فوتبالیستا. خیلی هم فوش خورد، خیلی فوش خورد و نوشت آخه پلشت، آخه بی صفت، آخه بوگندو، آخه دوزاری. یعنی فوتبالیستی که زنش چادری نیست خرابه، شکر قهوه‌ای میل میکنی اینطوری حرف میزنی، متعفن. یعنی خانم‌هایی که چادر ندارن خرابن. هشتگ دوزاری. و حسن عباسی حسابی از سمت جامعه فوتبالیست ها مورد عنایت قرار گرفت و فکر نکنم دیگه جرأت کنه در مورد فوتبالیست ها اینجوری صحبت کنه. حالا شما رو دعوت میکنم یه چند تا ویدیو داریم ما در مورد وریا غفوری و حاشیه‌های تیم ملی، اون رو هم ببینید. چنل ما رو هم سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید لایک کنید و نظرتون رو حتما برای ما کامنت کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. ایام به کامتون.